بسم الله الرحمن الرحيم. خب حالا این دوتا جریانی که قرآن یک تصویر کلی ازش میده و صفات و خصوصیات این دوتا جریان رو توضیح میده و میدان درگیری این دوتا جریان رو توضیح میده، موضوع اصلی درگیریشون چیست؟ به یک تعبیر عرض کردم که موضوع اصلی درگیری دین خداست. لکم دینکم ولیه دین. موضوع اصلی پرستش خدای متعال، دعوا سر پرستشه، سر بت پرستی، دنیا پرستی و خدا پرستی است. از قدیم اینجوری بوده. دستگاه فرائنه، دستگاه شیاطین، دستگاه اولیاء طاغوت، اونایی که مقابل انبیا سفارایی میکردن، دستگاه کفار دستگاه دنیا پرستی است، دستگاه نفس پرستی است. یک طرف دستگاه خدا پرستی است، دستگاه توحید، دعوا سر پرستشه، سر معبوده. دعوا سر این است که انسان کیو عبادت بکنه. همه عبادت میکنیم، منتهی گاهی اوقات به تعبیر قرآن عبد طاغوت میشیم، گاهی عبد خدا میشیم، گاهی عبد شیطان میشه انسان، الله تعبد شیطان، گاهی خدای متعال میپرسته. دعوا سر همینه. تمام هشدارهای قرآن به همین برمیگرده. اگر وجود مقدس نبی اکرم منذرن، مبشرن، تمام بشارتهای قرآن بشارت به توحیده و تمام انذارهای قرآن انذار از شرکه، یعنی انذار بر مسرعه پرستش و اعراض از پرستش خدای متعال. تمام انذارهای قرآن اینه. اگر صحبت از جهنم و درکاتشه، موضوعش پرستش غیر خدای متعاله. اگر صحبت از بهشت و درجاتش هست، موضوعش پرستش خدای متعال و مقامات توحیده. این موضوع اصلی نزاعه. حالا این موضوع اصلی نزاع توی چهره دیگری اگه بخوایم ازش تصویر برداریم در قالب قرآن، دعوا بر سر خلافت وجود مقدس نبی اکرمه. از همینجا دعوا شروع میشه. دعوا سر توحید و کفر است، سر خضوع در مقابل خدای متعال و تواضع و تذلل و استکبار. نزاع به این برمیگرده. اما صورت نزاع تو عالم وقتی میاد بر سر خلافت وجود مقدس نبی اکرمه که در قرآن تصویر شده. خدای متعال قبل از اینکه آدم ها رو بیافریند، درست حضرت آدم و نسلش بیان تو عالم دنیا، خلق بشن بیان تو عالم دنیا، قبل از اون خلق از عالم ملائکه عهدی گرفته و یه جریانی رو به اینها توضیح داده که انی جاعلن فی الارض خلیفه. حالا این جاعلن فی الارض خلیفه رو بعد معنا کنیم. مفسرین هم مفصل بحث کردن، مقصود جانشین نسل های گذشتن یا چیز دیگری، ولی علی حال یک جریان خلافتی هم هست که من نمیخوام بگم 100% این آیه ناظر به اوست، ولی روایات و آیات متعددی تو این زمینه داریم که خدای متعال برای خودش یک خلیفه ای قرار داده. عرض کردم این آیه البته بحث پردامنه ای داره، ملاحظه بفرمایید که این خلیفه ای که گفته شده به معنی جانشینه، مقصود جایگزین نسل های گذشته است که رو زمین بودن، یا نه مقصود خلافت اللهه. ولی علی حال یک داستانی ما داریم که داستان خلافت الله، خدای متعال برای خودش خلیفه ای قرار داده که الامامت و خلافت الله و خلافت و رسوله. وجود مقدس نبی اکرم اون خلیفه تام الهی هستند و در مقابل این خلافت همه عوالم مأمور به تواضع و خضوع هستند، باید سجده کنن. عالم ملائکه باید سجده کنن که فوق همه عوالم است دیگه. ملکوت این عالم مأمور به سجده در مقام خلافت الهی شدن و از همینجا نزاع شروع شد. ملکوت عالم تماما سجده کردن دیگه. اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. نزاع از همینجا شروع شد. عرض کردم باطن نزاع بر سر ایمان و توحیده که وجود مقدس امیرالمؤمنین در خطبه قاصعه توضیح دادن که امتحان ملائکه به تواضع در مقابل خدای متعال بود، اما تواضع در مقابل خدای متعال در قالب تواضع در مقابل این انسانی که آفریده شده، علم آدم الاسماء کلها، به تواضع و سجده در مقابل حضرت آدم تحقق پیدا کرد. امتحان عبادت حضرت آدم نبود، عبادت خدای متعال بود، اما طریق عبادت سجده بر حضرت آدمه، تواضع در مقابل حضرت آدمه. اللهم صل علی محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد و
صل على محمد و آل محمد.